یکی از کارهایی که دولت میکنه به نظرم برخلاف نص صریح ماده 8 ماده حضرت امامی که مردم رو خودی و غیر خودی میکنه، این یکی رو به خودش جذب میکنه، یکی رو خلاف صریح خودش میدونه اون رو از این جدا میکنه. این من واقعا متاسفم، چطور شما اینجور قاطع قضاوت میکنید؟ شما میرید بله یه عده دور شما جمع میشن، ما میریم مردم جمع میشن حرف میزنن. دیروز بنده در مشهد بودم، این چند صد هزار آدم، اینا مردم این مملکت نیستن. چرا شما خیال میکنید اونهایی که برای شما جمع میشن فقط آدمن، فقط مردم ایرانن؟ اتفاقا شما دارید مردم رو جدا جدا میکنید، شما دارید جدا جدا میکنید. امتیاز سوم هم روحیه مردمی و خاکی این دولته، اینم خیلی با ارزش، اینو قدر بدونید، این چیز با ارزشی است. شما امتیازتون به تشخص ظاهری و شکل و قیافه نیست، امتیازتون به همین است که خودتون رو با مردم همسط کنید، به شکل مردم، در میان مردم برید، با مردم تماس بگیرید، انس پیدا کنید، بشنوید. این امتیاز بزرگی است، در شما هست، این رو حفظ کنید. یعنی واقعا افتخار میکنی که همچین رئیس جمهوری داری که خب خاکی مثل خودمون، مثل مردم، مثل مردم فقیر نشینن. واقعا به این رئیس جمهور شجاع افتخار میکنی. چرا شجاع؟ بخاطر اینکه اولین بار همچین رئیس جمهوری جرأت داشته که بیاد وسط مردم، محله های این محله های فقیر نشین بیاد، یعنی خودش مستقیما با مردم صحبت کنه.